طه الحاجی فعال حقوقی و وکیل عربستانی فاش کرد که گروهی از شیعیان القطیف و الاحسا با حکم اعدام در عربستان روبرو هستند و دادستان سعودی خواستار صدور احکام اعدام برای آنها شده است. به گزارش شیعه ویوز، به نقل از مرآت الجزیره، الحاجی در سلسله توییت هایی در صفحه شخصی خود نوشته اسامی شماری از بازداشت شدگانی که در رویکرد وحشیانه جانشان در خطر است را اعلام می کنم. وی بیان کرد دادستان سعودی با درخواست اعدام برای بازداشت شدگانی که در دادگاه های غیر شفاف و فاقد معیارهای عادلانه محاکمه می کند نشان داده که نسبت به جان مردم بی تفاوت است و گرفتن جان آنها را آسان می گیرد. الحاجی در ادامه نام شماری از بازداشت شدگان را که دادستان سعودی خواستار اعدام آنها شده آورده و خاطر نشان کرده است، علیه برخی از این افراد حکم صادر شده و برخی دیگر هنوز تحت محاکمه هستند و یکی از آنها نیز حین محاکمه در زندان فوت کرد. وی با اشاره به اسامی برخی از این افراد آورده است: جعفر عبدالواحد آل یوسف، احمد عبدالله السبه، حبیب یوسف الشویخات، سید مهدی اسعد الشاخوری و جعفر سیف بزرون. این پنج نفر در حال محاکمه در یک پرونده هستند، اما الشویخات در زندان درگذشت. این وکیل عربستانی در ادامه آورده است که مدارکی دارد که نشان می‌دهد دادستان سعودی خواستار صدور حکم اعدام برای این افراد شده است. الحاجی در پایان از اسعد مکی شبر علی، رائد عبدالواحد احمد الخیر، حسین حبیب آل سعید، محمد علی الشاخوری و محمد عیسی اللباد به عنوان دیگر بازداشت شدگانی نام برده است که با صدور احتمالی حکم اعدام روبرو هستند. او همچنین گفته است که نام دیگر افرادی که با حکم اعدام روبرو هستند را فاش خواهد کرد.